شما هستن. خانم مهاجر، اجازه بدید ابتدای بحث رو با یک تعریف حقیقی و درست، یک تعریف علمی از فمینیسم شروع کنیم. اساساً فمینیسم یعنی چی و چه معنایی در فعالیت‌های اجتماعی کوشندگان حقوق زنان داره؟ ببینید، فمینیسم به طور کلی، البته ده‌ها تعریف از فمینیسم شده و تعریف مختلفی با دیدگاه حقوقی در کشورهای مختلف، با دیدگاه فرهنگی، ولی به طور کلی و اگه بخوایم به زبان ساده بگیم، هر نوع نگاه برابره فارغ از جنسیت که بدون نگاه سلطه و یا دیگری باشه. من شخصا خودم رو این جنس مدل فمینیست میدونم، یعنی یک زن فمینیست میدونم، زنی که معتقده که باید زن و مرد، و البته فقط نه زن و مرد، بلکه نگاه زنانه داشته باشه به مسئله برابری در جامعه، ولی حالا بین زن و مرد برابری کامل و اینکه امکان داشته باشن که از فرصت‌های اجتماعی به طور کامل استفاده بکنن و بدون اینکه یکی بر دیگری برتری داشته باشه و یا اینکه در قانون و یا در فرهنگ این فرصت‌های برابر به یک شکل از طرفین گرفته بشه و تبعیض بین اونها قائل بشن. ببینید، وقتی من میگم یکی از طرفین، به این دلیله که سالهای ساله که فمینیست بودن یا جرم، حالا ادهی تلقیش خواستن که نشون بدن بکنن و یا فحش. و چرا فلواقع اینطوره؟ چرا فکر میکنین که یک رویهی در جامعه تلاش میکنه که یک برداشتی، یک نگاهی نسبت به زن و مرد رو و نسبت به، همونطور که گفتم، بهره برداری از فرصت‌های اجتماعی رو و رفع تبعیض از زنان رو و رفع تبعیض قانونی و فرهنگی در کلیه مسائل رو، یا مجرم این افراد رو جلوه بده و یا اگر مجرم نشون نمیده، نمیگه علنا، ولی اونقدر تبلیغات علیه اینا میکنه و اونقدر راه‌های در واقع از فضاهای مجازی، غیر مجازی، میلیاردها پولی که خرج میکنن استفاده میکنه که یه جوری فحش تلقیش بکنه. شما ببینید رقم‌هایی که فقط شما اگه جستجو بکنید در حوزه‌های علمیه زنان که چقدر اینها خرج میکنن برای اینکه مفاهیم فمینیستی رو در واقع بیارن و بارونه جلوش بدن و در واقع ضد یه جور تندروی نشونش بدن، یه جور رادیکالیسم نشونش بدن و بعد کسانی رو که میگن ما فمینیست هستیم رو به اون ترتیب از جامعه، از رسانه، از حتی گفتگوهای عادی و روزمره حذف بکنن. یعنی بگن فمینیسته، باهاش حرف نزن، تنده، باهاش حرف نزن. اتفاقا این تند و رادیکالی و اینا رو ما فقط تو حوزه فمینیست بودن هم نشنیدیم. یعنی خیلی وقتا بوده که وقتی مثلا من دادگاه انقلاب رفته بودم، قاضی حداد به من میگفتش که رادیکالا حذف میشن و فقط کسایی بمونن که در واقع آدمای میانه روی باشن. یعنی سعی میکنن که هر عقیده جز عقیده خودشونو با یک انگی، با یک اتهامی بذارن کنار و من واقعا از این فرصت استفاده میکنم، از همه کسانی که کلمه فمینیست رو میشنون یا با زنهایی که اینطور هستن در واقع صحبت میکنن، پیشداوری هایی که قبلا راجع به این زنها داشتن و یا راجع به مردان فمینیست داشتن بذارن کنار. من چند وقتش توی فیسبوک خوندم که یک آقایی اومد و در جواب یکی از، حالا کامنت یکی از خانوما، نوشت که من نمیفهمم چرا فمینیستا همشون اینقدر زشتن، چرا فمینیستا اینقدر همشون چاقن، چرا فمینیستا اصلا یک کلماتی رو به کار میبرد. خب من کاملا متوجه میشم که این الفاظ به اصطلاح منشأش کجاست یا منبعش کجاست، ولی شما فکر کنید که حتی اگه یه آدم زشت، یه آدم چاق، یه آدم لاغر، یه آدم سیاه، یا یه آدمی با هر شکلی که میخواد داشته باشه، اگه درباره یک عقیده ای صحبت میکنه، شما اگه میخواید عقیدهش رو به نقد بکشین، چرا باید ظاهرش رو بیان به نقد بکشین؟ یا اینکه همشون مثلا یه عده میگن مثلا بی بند و بارن، یا اینکه پایبند به خانواده نیستن، یا پایبند مثلا بچه نیستن، یا بچه دوست ندارن، یا اصلا آدمایی ان که نمیدونم نگاهشون تو روابط جنسی مثلا خیلی آزاده، معتقد نمیدونم به چند شوهری اصلا. یعنی یک سری
اتهامات مختلف رو به فراخور اون فضایی که میخوان دربارش صحبت بکنن درباره این افراد میان و درباره این عقیده میان مطرح میکنن. خب خانم مهاجر عزیز، بذارید همینجا این بحث رو باز کنیم تا بینندگانمون هم ببینن. شما خودتون رو یک زن فمینیست میدونید، درست عرض میکنم؟ آیا شما معتقد به بیبندوباری هستید؟ من اصلا قضاوت نمی کنم درباره این کلمات، یعنی وقتی که من میخواین شما مثلا کلمه بیبندوباری رو به کار میبرید یا کلمه زشت و زیبا و خوب و یا اینجور چیزا رو، اینا همش احتیاج به تعریف داره، احتیاج به این داره که مفهوم دربارش ساخته بشه و بنابراین وقتی که اونا میان یا مثلا میگن چند همسری چند شوهری و تمام اینها رو میان میگن، در واقع تلاش میکنن که ما رو داخل یک بازی بکشن که اون بازی در واقع بازیه که اگه ما توش بیفتیم مثل یه مردابه و ما رو میکشه پایین. من شخصا و معتقدم که بسیاری از دوستان فمینیست، چون فمینیست بودن اصلا این خیلی شاخه های مختلف داره، اگه بخوام یه روزی درباره صحبت کنیم شاید هم یه مقداری کسل کننده باشه برای دوستان، ولی به هر حال یک عقیده و باوریه که مبنا و زیربناش معتقد به برابریه و وقتی که یک عقیده زیربناش معتقد به برابریه، خب مسلمه که دشمن اول جمهوری اسلامی حساب میشه. حالا چرا فمینیست ها بیشتر در واقع کسانی که باور به برابری زن و مرد دارن یا حتی کسانی که به هر دلیلی خودشون رو فمینیست نمیدونن ولی به خاطر حالا فشارهای حکومت یا فشارهای رسانه میان میگن که ما طرفدار برابری هستیم اما فمینیست نیستیم، فرقی نمیکنه اینا، فقط نظام در واقع جمهوری اسلامی ایران از اونجایی که بیس این مسئله هم برابریه و هم زن بودن و سبک زندگی، به شدت با این مسئله مخالفت میکنه. ببینید جمهوری اسلامی در واقع شاکله جمهوری اسلامی اینه که سلیقه در واقع کلیشه بندی بکنه برای سبک زندگی تک تک ما، فرقی نمیکنه زن باشیم مرد باشیم از هر دین و آیینی باشیم آدمای معمولی باشیم یا هر چیز دیگه ای، میخواد که ما رو داخل کلیشه ها قرار بده و داخل کلیشه ها همونطور که میگن مثلا یک سبک از زندگی رو به ما تحمیل بکنه، در حالی که ما اعتقاد داریم به اینکه آزاد هستن که سبک زندگی خودشون رو خودشون انتخاب بکنن، عقیدهشون رو خودشون انتخاب بکنن و ما طبق اصول حقوق بشر و طبق حقوق انسانی که وجود داره میبایست که به افراد به لحاظ اون عقیدهی که دارن احترام بذاریم، قضاوت دربارشون نکنیم و همچنین با روش های مثل حذف، تهمت، تکفیر، بازداشت یا هر جور دیگهی سعی نکنیم که عقیده دیگری جز عقیده خودمون رو حذف بکنیم. خانم مهاجر عزیز، عذرخواهی میکنم باز اینجا نگرانتون میدارم چون این بحثا وقتی مطرح میشه ابعاد گوناگونی رو داره. من میدونم که فمینیست بودن فقط متعلق به زن بودن نیست، یعنی پیش زمینه فمینیست بودن این نیست که حتما زن باشی، مردان زیادی هم هستند که معتقد به همین برابری هستند در حوزه های مختلف و یا به عبارتی نگاه فراجنسیتی به این حوزه. آیا برخورد جمهوری اسلامی همونقدر که خشن و تند با کوشندگان زن حوزه های فمینیستی بوده با کوشندگان مرد این حوزه هم همین برخورد تند رو داشته؟ خب مسلمه برای جمهوری اسلامی فرق نمیکنه، حتی ممکنه فضاهایی که مردا توش هستن با فشارهای فرهنگی یا فشارهایی که محیط و جامعه براشون درست میکنه روبرو بشن. مثلا شما فکر میکنید این اصطلاحی رو که به کار میبرن اگر یک مردی یک روابط بهتری مثلا مناسبتری توی گفتگو با همسرش داشته باشه بهش میگن زن ذلیل، این دقیقا از کجا ناشی میشه؟ از اونجایی که در واقع میخوان اون مدل رفتار مبتنی بر احترام یا مبتنی بر برابری و یا اون رفتاری که یا اون باوری رو که اون مرد داره رو حتی با جوک ها، حتی با مثل ها، با داستان ها و با فیلم، رسانه و همه چیز تبدیل به یک در واقع مزاح، یک شوخی و حتی هجویات بکنن و به این ترتیب در واقع مسئله زن رو که در جامعه میخواد که با مردان برابر باشه یه جوری از صورت مسئله حذف کنن. حالا چرا براشون اینقدر این مسئله مهمه؟ چرا؟ خب به هر حال ما خیلی تبعیض‌های دیگه در جامعه داریم. اولا که نگاه زنان فمینیست و نگاه فمینیستی که حالا در جامعه ایران هم من بیشتر باهاش روبرو بودم، به خاطر اینکه به هر حال ما همونطور که گفتم دیدها و باورهای نگاه‌های مختلفی به
مسئله فمینیست داریم اینه که فمینیست ها فقط برای نگاهشون این نیست که زن و مرد برابر باشن که هست، ولی نگاهشون رفع سلطه از جامعه است. یعنی یک زن فمینیست فقط نمیخواد که درباره مسائل زنان صحبت بکنه، بلکه میخواد که درباره سیاست صحبت بکنه، میخواد درباره تاریخ، درباره اقتصاد صحبت بکنه، میخواد که مشارکت سیاسی داشته باشه، میخواد که نه تنها خودش بلکه تمام اقلیت‌های دیگری که در جامعه وجود دارن به همون اندازه در واقع در جامعه مشارکت داشته باشن. در یک نگاه برابری خواهانه ای هست که درست از ریشه زن و مرد شروع میشه و حتی پروبال پیدا میکنه، ولی واقعیتش اینه که اون نگاهش اونقدر وسیعه که فقط خودش و جنبش خودش رو نمیبینه. به فرض ممکنه یک حرکت اجتماعی باشه که بگه که من فقط مثلا الان دارم راجبه مثلا زبانی که خودم باهاش صحبت میکنم یا درباره مذهبی که خودم دارم صحبت میکنم، حالا من کار ندارم که مثلا فلان مثلا مسیحی چه مشکلی داره یا فلان بهایی چه مشکلی داره، مسئله مثلا منم با این باور و روش فوکس میکنه و اشکالی هم نداره. ولی در واقع اون نگاهی که زنان فمینیست ایرانی به خصوص، من چون تو اجتماعاتشون بودم و باهاشون به هر حال آدم یه جوری تاریخ مشترک، آرزوها و دردهای مشترک داره و بزرگ میشه، اینه که در واقع یک نگاهیه که فراتر از برابری زن و مرد، یعنی برابری رو برای همه آحاد انسان میطلبه. و ولی خب چون نگاه جمهوری اسلامی به مسئله زن یه نگاه خیلی استراتژیکه براش به نظر من، به خاطر اینکه اگر، یعنی من معتقدم که یه پای این فقه سنتی متحجرانه‌ای که امروز داره نسبت به زنان اعمال میشه، در واقع اگر این پایه بشکنه خیلی پایه‌های دیگه میشکنه. شما در نظر بگیرید که میان و همه این تبعیضات علیه زن رو به قرآن، به حدیث، به پیغمبر و به همه اینا در واقع احالش میدن و اگر قرار باشه که در برابر اون کوتاه بیان، مجبورن که از خیلی چیزای دیگه‌ای که فقط در واقع ظاهراً ازش استفاده میکنن برای اینکه بر سر قدرت بشینن و یک اسلام سیاسی داشته باشن، به طوری که حتی اسلام سنتی پدر و مادرها یا پدر بزرگ مادر بزرگهای ما رو هم نابود کردن، به عبارتی در واقع فقط برای قدرته. ولی من معتقدم که حالا هما فوتفر و شما مثال زدید که البته تهران دستگیر شدن، از کرمان خانم نازنین زاغری از کرمان دستگیر شدن و یا فشارهای متعددی که این روزها، من اطلاعات خیلی خیلی دقیق دارم از اینکه فعالان زن رو حتی تو حوزه های مختلفی که بعضا ممکنه مذهبی باشن باور کنید، ولی نگاه برابری، یعنی به هر حال آدمایی هستن که یه باورها و عقیده هایی دارن، رو مکرر برای بازجویی میبرن، تحت فشارهای سنگین قرار میدن. حتی فمینیست های اسلامی یا به هر حال فمینیست هایی که در واقع به هر حال ضمن اینکه مسلمان هستن ولی خواهان اینن که در دین نسبت به این مسئله استنباط بشه و اون قواعدی مثل قوانینی که در اسلام هست، مثلا مصلحت نظام، مثل حالا قاعده تلفیق یا از قواعد دیگه‌ای که میتونه موجب بشه که بعضی از قوانین تغییر بکنه و با یه نگاه دیگه‌ای به اسلام نگاه کنه، حتی اونا رو این روزها دارن تحت فشار قرار میدن، مرتب باز برن میارن و اصلا نمیخوان هیچ گفتگویی درباره مسئله زنان باشه. من فکر میکنم که اونا به خوبی میدونن که انقلاب آینده ایران انقلاب زنانه. من نمیگم که جنبش های اجتماعی دیگه نقش ندارن، که 100% نقش دارن، به خاطر اینکه تا جنبش ها دستاشون رو به هم ندن و با هم دیگه در واقع ارتباط متقاطع ایجاد نکنن، نمیتونن فشار اجتماعی لازم رو برای یه سیستمی که مثل عنکبوت دست های خودش رو در واقع تارهای خودش رو انداخته روی گروه های اجتماعی مختلف بشکنن. به همین دلیل معتقدم که بله، باید تمام در واقع این جنبش های اجتماعی دستشون رو به هم بدن، ولی جنبش زنان و جنبش اجتماعی زنان با اینکه حالا به دلایل مختلفی که شاید ممکنه الان بخوایم دربارش بحث بکنیم، یه مقداری به هر حال در من فکر میکنم که از قوت کم، یعنی مقدار کم قدرت شده، ولی آینده ایران رو رقم میزنه. چرا آینده ایران رو رقم میزنه؟ برای اینکه مسئله زنان، درسته که به هر حال زنان میفهمن که این در قانون اساسی این نابرابری وجود داره، میفهمن که در قوانین مدنی چیه، ولی یه مسئله دیگه وجود داره و اون مسئله فقط سیاست نیست، فقط حالا با اینکه هست ولی نیست، بلکه مسئله زندگیشونه. مسئله اینه که هر روز همین زن میخواد
بره خرید، میخواد بچهشو ببره مدرسه، میخواد در واقع بچهشو ببره تفریح، میخواد با خانوادهش بره مسافرت، میخواد عروسی بگیره، میخواد خیلی کارهای دیگه. یعنی زندگی روزمره آدم هاست و زنان در این زندگی روزمره خودشون با فشارهای اجتماعی مختلفی روبرو هستن که اونها لاجرم هیچ چاره ای ندارن به جز اینکه سر و تسلیم نشن در مقابل اون سیستم و نظامی که هر اسمی میخواد داشته باشه، اونها رو مجبور میکنه که شکل خاصی فکر بکنن، شکل خاصی بچهشون رو بزرگ بکنن، شکل خاصی با همسرشون صحبت بکنن، اگر اختلاف پیدا کردن شکل خاصی قضاوت بشن، از چیزای خاصی محروم بشن یا بهرمند بشن. یعنی تمام چیزهایی که مربوط به زنانه رو دارن کسای دیگه برای ما می نویسن که در واقع ما زنان نسبت به این موضوع نه تنها معترض هستیم، بلکه معتقد هستیم که اونها در واقع هویت زنان و هویت نه تنها زنان بلکه جامعه ما، کودکان ما و آینده ما و تمدن ما رو مورد حمله قرار دادن. به هیچ وجه اینجوری نیست که اونها هی میگن تهاجم فرهنگی، تهاجم فرهنگی. اولین مهاجمان فرهنگی خودشون بودن که به تمدن ایران و به تمدنی که در ایران بود هجوم آوردن و اون رو از بین بردن و میخوان ببرن. و خب به هر حال دنبال اسکلت بندی اجتماعی هستن، به راحتی که امکان پذیر نیست این کارا. پول میخواد، رسانه میخواد و خیلی چیزهای دیگه. و شما در نظر بگیرید همه این امکانات هست و یک جامعه زنان و مردانی که همچنین به خاطر دید برابری خواهانه و دموکراسی خواهشون و نگاهی که به خودشون و جامعهشون دارن پشت سر این در واقع خواست و نخواست فقط این جنبش اجتماعی ایستادن و خواهند ایستاد، به خاطر اینکه این جنبش اجتماعی جنبشی فقط برای زنان نیست، جنبشیه که فکر میکنه که اگر این قوانین برابر نشه هم زنها و هم مردها هر دو متضرر میشن و هر دو زندگیشون نابود میشه. چنانچه دارید ببینید شده، آمارها رو شما ببینید، آمارهای آسیبای اجتماعی رو ببینید، همه اینها نشانگر اینه که تمام سیاستگذاری های رهبر انقلاب اسلامی ایران کاملا شکست خورده و ایشون هیچ مسئولیتی برای این همه آسیب اجتماعی، این همه زیاد، این همه آمار طلاق و این همه مصیبتی که به سر ملت ایران اومده به عهده نمیگیره. و متاسفانه باید گفتش که به هر حال زور و قدرت و پول و سیاست خارجی و لابی های مختلف هم حالا یه موانعی به هر حال جلوی این جنبش ها ایستادگی کنه. خانم مهاجر، به درستی شما اشاره کردید که ایجاد حقوق برابر برای زنان شروع فروپاشی پایه های فقهی است که مشروعیت نظام سیاسی حاکم در ایران رو در واقع کلید خواهد زد و به همین دلیل هم هست شاید که مقامات جمهوری اسلامی با اون با شدیدترین نوع ممکن برخورد میکنند. از سوی دیگه خیلی از حرکت‌های در حقیقت فمینیستی در طول حالا بگیم در 20 سال گذشته حداقل همزمان با دولت اصلاحات در ایران که یه جانی گرفتن یا قوتی گرفتن میکوشیدن که از این اصلاحات حمایت کنن. آیا فکر میکنید واقعا این رژیم در یه همچین چهارچوبی با این پایه های مشروعیت که برابری حقوق زنان و مردان یا اساسا اصول برابری در حقیقت وقتی در کنار هم قرار بگیرن مشروعیتش از دست میده قابل اصلاح بود یا اساسا از اون مسیر میشد به این برابری ها دست یافت؟ ببینید یه بحث این هست که آیا رژیم قابل اصلاح هست، حالا هم تو حوزه زنان و هم در حوزه های دیگه، و یکی اینه که آیا ما به عنوان فعالان زن به عنوان اینکه و با این نگاه که حالا جنبش به این عنوان که حکومت اصلاح پذیر نیست، آیا به این عنوان باید مثلا بریم بشینیم خونه یا هیچ کاری نکنیم یا فعالیتی نکنیم یا تجمعی نذاریم یا بیانیه ای ندیم یا هیچ کار نکنیم؟ به نظر من این دو تا چیز مختلفه. یعنی من به شخصه معتقد هستم که بله، رژیم جمهوری اسلامی خب اگرچه میتونه اگر بخواد که حالا به هر حال اصلا این ظرفیت رو به دلایل مختلف نداره که بله تغییر در خودش ایجاد بکنه، ولی نمیکنه و نخواهد کرد، من مگر اینکه ببینه که در واقع انقدر قدرتش و انقدر پایه های قدرت تحت خطر قرار گرفته که اون وقت تن بده به یک سری تغییرات اساسی، مثلا حالا که اون موقع بازم نمیتونیم بگیم شکل اصلاحات داره، شکل تغییرات اساسی داره.
اما این هیچ تعارضی نداره. مثلا خب به هر حال ما وقتی حرکت 1 میلیون امضا رو شروع کردیم، خب به خوبی میدونستیم که جای اگه به جای 1 میلیون امضا 100 میلیون امضا هم جمع بکنیم، حکومت تغییری در قانون نخواهد داد. ولی اون پروسه و اون روندی که در قبل از و در پروسه جمع کردن امضا و اون آگاهی بخشی، ظرفیت سازی، حرکت های ادوکیسی که اتفاق میفته به عنوان حمایتگری اجتماعی، همه اینها باعث میشه که جامعه مدنی ایران و تقویت بشه، مشارکت انسان ها بالاتر بره، تمرین کنن فعالیت های مدنی رو، تمرین کنن فعالیت های دموکراتیک رو. ببینید ما در جامعه ایران در روابطمون توی مدرسه، توی اداره، توی دانشگاه، همه روابط از بالا به پایینه. هیچ رابطه ای نیست که در واقع بین افراد مختلف رابطه برابر باشه، اون یا حتی غیر ایدئولوژیک باشه. ولی جنبش زنان ایران در اون زمانی که حالا پا در واقع شروع کرد به اینکه یه مقداری به عرصه عمومی بیاد، هدفش این بود که این چیزی رو که بعداً میخواد یا اون مدلی رو که میخواد ارائه بده رو براش تمرین بکنه و اون رابطه تیمی و برابر و نگاه غیر ایدئولوژیک و نگاه غیر سیاسی، حتی که تو چه عقیده‌ای هستی من چه عقیده‌ای هستم، رو بذاره کنار. ببینید خیلی جالبه این تجربه. شما وقتی که یه گروه تشکیل و میشینین دور هم، مثلا میشینین میگین که خب حالا همه ما مثلا چه دینی داریم، یا هممون چه نگاهی داریم، یا هممون مال چه مثلا چه کسی رو چپیم راستیم نمیدونم کی هستیم، یعنی یه عالم خطکشی میکنیم، بعد یه گروه کوچولو تشکیل میدیم. هیچ اشکالی هم نداره، هیچی، برای اینکه جامعه بهش لازم داره یه همچین چیزایی رو، چون احزاب از تو این چیزا میان بیرون. ولی جنبش زنان ایران و اون حرکتی که در ایران اون زمان اتفاق افتاد، من به شما بگم ما اصلا از هم نمیپرسیدیم که تو دینت چیه، شوهرت چه کار است، مثلا اگه شوهرتو فلان کار است تو نباید بیای، اگه شوهرتو اعدامیه تو نباید بیای، حالا شوهر اعدامیه تو مثلا چه متعلق به چه گروهی بوده، چه اندیشه، یا شوهر خود تو چه عقیده و اندیشه ای داری. و مثل یه سفره ای بود که پهن شده بود و یه سری مطالبات اساسی کاملا با نگاه بر رو گذاشته بود وسط و میگفت این سفره است، بیاین و دورش بشینیم و دور این میز، دور این سفره، و در واقع تمرین بکنیم که یه جنبش، یه حرکت اجتماعی رو بسازیم. و اتفاقا حکومت برای همین خیلی از جنبش زنان میترسید، به خاطر اینکه یکی از یعنی در واقع من میتونم به جرئت بگم تنها جنبشی بود که شکل گرفته بود که هیچ در واقع کلمه ایدئولوژیکی رو پشت سر خودش به یدک نمیکشید. به همون اندازه که یه فرد با حجاب و بی حجاب و نمیدونم با آرایش و بی آرایش و چادری همه دور هم میشستن و درباره یک موضوع گفتگو میکردن، به نتیجه میرسیدن و بعد از به نتیجه رسیدن براش میرفتن حالا هر کاری، اگه شده بود حتی تظاهرات بود در کنار هم انجام میدادن. و این یه به نظر من این یه شکل از حرکت‌های اجتماعی بسیار بسیار بنیانی شکن، نه تنها برای جمهوری اسلامی بلکه برای تفکریه که جمهوری اسلامی سالهای سال بین ماها رواج داده و بین ما رواج داده که ما همش همونجور که گفتم خود غیر خودی بکنیم و همش حذف کنیم، به جای اینکه کنار هم باشیم همش همدیگر رو دیلیت کنیم، نذاریم هیچکی بره بالا، هر کی میخواد بره بیاریمش پایین. در واقع تو جنبش زنان ایران همه ما هم سرباز بودیم و هم فرمانده، دوش هامون برای هم بود، هیچ مهم نبود که کس دیگه پاشو بذاره رو دوش من و بره بالا، بخاطر اینکه اونی که میرفت بالا باز مهم بود که یکی دیگه ای پاشو میاره رو دوش اون و میذاره و میره بالا. و گروه های خودبنیادی که به وجود میاد، اون مهم بود که چه دستاوردی رو برای نه فقط اینکه زن و مرد، بلکه برای اینکه ما چطور با هم رفتار بکنیم، چطوری با هم گفتگو بکنیم، چطوری به هم دیگه رو به رسمیت بشناسیم، در واقع یک پدیده بود. و به نظر من یک زمانی اون حرکتی که در ایران اتفاق افتاد و حالا به خاطر سرکوب و به شکلهای دیگه ای داره تداوم پیدا میکنه، حالا یکم بعضی وقتا با عمق کمتر یه مقداری با عمق بیشتر، ولی دست به دست میشه، این دوی امدادی و این نسل میده دست نسل دیگه،
این نسل یه کاری رو به عهده میگیره و اون نسل یه کار دیگه، و قضاوت هم نمیکنه که حالا مثلا اگه ما تظاهرات رفتیم، چون این به عینه اتفاق افتاد، تظاهرات هفته تیر ما همه جمع شدیم و یه عده‌ای از فعالان جنبش زن گفتن که به یه دلایلی نمیتونن حاضر بشن و استدلال کردن، ما هم استدلال کردیم گفتیم میخوایم بریم. ولی اون چیزی که اتفاق افتاد رفتن یا نرفتن نبود، اون چیزی که بود این بود که اونایی که رفتن نگفتن او اونایی که نیومدن ترسو بودن، یا اونایی که نیومدن نگفتن که او اونایی که رفتن آدمای رتبه‌بالا تندی بودن. مهم این بود که ما فکر میکردیم که این یک تقسیم وظیفه است و یه عده‌ای با یه ظرفیتی یه کاری رو انجام میدن، یه عده‌ای با یه ظرفیتی کار دیگه ای رو انجام میدن. بعد که برای ما مشکل پیش اومد، اونا اومدن جلوی دادگاه انقلاب و به دفاع از ما پرداختن. یعنی میخوام به شما بگم که جنبش زنان ایران یک مدلی از نگاه انسانی رو به همدیگه در واقع به وجود آورد که فرا ایدئولوژیک بود، میشه گفت فراتر از همه گفتمانهای موجودی بود که در جمهوری اسلامی داره ترویج میشه. خب مسلمه که چنین گفتمانی میشه فمینیسم فوش، یا میشه جرم، یا میشه توهین. و فردی مثل خانم دکتر هما هودفر که همیشه کار فرهنگی کرده و همیشه سعی کرده که اتفاقا چارچوبای نظام جمهوری اسلامی رو رد نکنه و سعی کرده که خیلی خیلی آرام حرکت کنه، یه دفعه در این سیستم بازداشت میشه. من معتقدم که دلایل مختلفی داره که یه بار توی مقاله نوشتم که به هر حال الان من میبینم که جنبه‌ای از گروگانگیری داره و همچنین برخورد بیشتر با جنبش زنان ایران یا اون شاکله ای از جنبش زنان ایران که غیر ایدئولوژیک فکر می‌کنه. خب خیلی خیلی نکته جالبی رو مطرح کرد، اگرچه بحثی که مطرح فرمودید و صحبتایی کردید سراسر نکته است که میشه به هر کدومشون جداگانه پرداخت و واقعا در مقال یک برنامه 50 دقیقه یک ساعت هم بررسی یک چنین حرکت بزرگی امکان پذیر نیست. ولی حالا که روی خانم دکتر هودفر متمرکز شدید، مسئله همینجاست. خیلی ها به این مسئله اشاره میکنن که بازداشت خانم هما هودفر برای فشار به دولت کانادا، برای استرداد یک فرد خاص هست یا مسائلی از این دست. اما چطوره که معاون قوه قضاییه و سخنگوی این قوه وقتی که کم میاره و نمیتونه بگه که آقا ما این خانم رو گرفتیم که در قالب مثلا مبادله زندانی او رو با فرد دیگری یا با در ازای استرداد یک مجرم دیگری تحویل مقامات کانادایی بدیم و این گروگانگیری رو میخواد توجیه کنه، از واژه فمینیسم استفاده میکنه؟ چرا این واژه در دهان این افراد تا به این اندازه میتونه معنادار به مفهوم مجرمانه باشه؟ به خاطر اینکه قبلا روش تبلیغ کردن و قبلا روش کار کردن که فمینیست ها آدمایی هستن که مثلا آدمای همونجوری که گفتم مثلا اینن و فکر میکنن که وقتی الان از این واژه استفاده بکنن، درست مثل زمانی که یادتونه به همه گفتن فلانی لیبراله یا فلانی مثلا طاغوتیه، اول انقلاب میگفتن، درسته، یا چیزی مختلف دیگه است. یعنی یک لغتی رو بخش میکنن، جرمش میکنن، درسته، بدش میکنن و بعد سعی میکنن که یک سری افراد رو به اون لغت یا به اون، و این خیلی به نظر من تیزبینی و باهوشی مخاطب خواهد که همیشه گوش میده به حتی اخبار و حرفای اینا که آنالایز بکنه و ببینه که در واقع برنامه اینها برای تغییر و یا مهندسی فکر اجتماعی مردم چیه و چجوری خودشو میتونه از این داخل این مهندسی که داره میشه، مهندسی فرهنگی و فکری که داره میشه، بتونه بکشه بیرون. برای اینکه خب کار راحتی نیست، شما ممکنه سریال ببینین، شما تو مارمزون دلتون بخواد مثلا بشینین خانواده این یه سریال بعده مثلا چیزو ببینین، یا مثلا یه سخنرانی گوش کنین، یا خیلی چیزای دیگه‌ای که وقتی دارید گوشش میدید باید همش با خودتون فکر بکنید که این کجاش میخواد، کجای این قسمت در واقع میخواد من رو به عنوان یک انسان، حالا هر چه زن چه مرد، میخواد توی یه کلیشه خاصی قرار بده و یه باور خاصی رو به من تحمیل بکنه. به همین دلیل که وقتی خانم هودفر رو میگیرن میگن ایشون مثلا یه آدم فمینیستیه که متهم و مجرمه و باید نمیدونم براش محاکمه بشه. اما من یه نکته ای رو میخواستم خدمت شما بگم و اون این هستش که اولا بعد از توافقی که بین ایران و غرب اتفاق افتاد، به هر حال آقای خامنه ای مقابل هواداران خودش که آقای خامنه ای تا روز آخر داشت فریاد میزد که نه ما این کار رو نمی کنیم، ما اون کار رو نمی کنیم، اگر اینجور بشه قبول نمی کنیم، و هر روز در واقع سعی میکرد که یه جوری
مسئولیت خودش رو برای امضایی که داره اتفاق میفته از خودش سلب بکنه و خودش عقبه باشه و یه عده دیگه رو بندازه جلو برای این کار، در حالی که همه میدونستن که به هر حال در نهایت این ایشونه که داره این کارا رو انجام میده. خب حالا یه همچین فردی با یه سری طرفدار روبروه که اون طرفدارا یه دفعه براشون سوال ایجاد میشه که خب پس چی شد این همه شما ماها رو کشیدین تو کوچه، خیابون، کتک، نمیدونم اینو بزنیم اونو بزنیم اونو بکشیم که حالا میخوایم هممون جلو بیستیم. بعد یه دفعه معلوم میشه که نه تنها این دولت بلکه اون دولت تند احمدی نژاد هم رفته پای گفتگو، نمیدونم حتی معاون آقای احمدی نژاد اومده با یک دو تا لابیستای آمریکایی ملاقات کرده تو اروپا و خیلی چیزای دیگه. خب این میاد دوباره شعار چی میده؟ میگه که آره فقط هو چیز فقط مسئله قرارداد و هسته‌ای و اصلا ما سر حقوق بشر دیگه صحبت نمی‌کنیم. یعنی در واقع همون چیزی که به هر حال توی قراردادم اتفاق افتاد، یعنی به دلیل لابی هایی که شد به هر حال مسئله حقوق بشر رو از روی میز گذاشتن کنار، ولی خب حالا مجبوره که فشارش رو بذاره روی برای طرفدارای خودش، نشون بده که آره من هنوز همون آدمی هستم که روی خیلی از حساسیت های شما حساسم، که یکیش مسئله زنانه، یکیش مسئله مثلا حالا پوشششونه، یکیش مسئله حقوقشونه، و شروع میکنه به اینکه تو حوزه حقوق بشر فشار بذاره. برای ما کاملا قابل پیش بینی بود که اگر حقوق بشر از روی میز برداشته بشه، فشار روی فعالان حقوق بشر مستقل تاثیرگذار زیاد خواهد شد. و اینم قابل میدن که حالا هنر زیادی بود پیش بینی این موضوع کاملا بدیهی بود و اینم اتفاق افتاد. بنابراین بازداشت خانم همافود هودفر یا نازنین زاغری و یا بقیه افرادی که الان و یا حتی بازداشت مثلا آقای سحرخیز، آقای تبرزدی و بقیه دوستان، همش در این راستاست که میخواد یک نشون بده به هوادارای خودش که ببینین من در حوزه حقوق بشر کوتاه نیومدم و همچنان بر سبک اسلامی، زندگی اسلامی خودم پای فشاری میکنم. این یکیشه. دومیش اینه که ایران از همون روز اولی که در واقع پایه‌گذاری شد شروع به گروگانگیری کرد و در واقع مثل همون آدمایی که وای میستن توی قدیم وای میستن توی کوها و بار شتورها رو میزدن یا بارا رو میزدن، راهزنا درست مثل راهزنا عمل میکنن، یعنی در واقع یه کمینی میگیرن و توی یک زمان خاصی یک چیزی رو یا به گروگان میگیرن یا در واقع به غارت میبرن، برای اینکه فشار اجتماعی فشار بیشتری رو ایجاد بکنن تو حوزه های حقوق بشر. ولی یک مسئله دیگه هست، ببینید الان هنوز گفتگوهای ایران و غرب ادامه داره، هنوز شما دارین میبینین که آقای ظریف میاد میرن کشورهای مختلف همدیگر رو میبینن، ما که توی آمریکا هستیم میبینیم که هر روز به هر حال چه لابی های اینجا تشکیل شده، به طوری که حتی باور کنید که حتی مایی که میگفتیم که مسئله حقوق بشر رو از روی میز بر ندارین، ما رو مثلا به جنگ طلبی متهم میکردن، فضایی میخواستن ایجاد بکنن که ما اصلا درباره مسئله حقوق بشر صحبت نکنیم و بذاریم بگیم که نه حالا این تموم شه هسته ای، در حالی که ما به خوبی میدونستیم که اگه هسته ای تموم شه در حال در کوتاه مدت ولو فعالان حقوق بشر و مسئله حقوق انسان‌ها در ایران، و اون یه فرصت تاریخی بود به نظر من که اگر کمی مقاومت جامعه نشون میداد و من مطمئنم که مسئله حقوق بشر هم از روی میز برداشته نمیشد، خیلی از لابیستای جمهوری اسلامی طرفای آمریکایی رو میترسوندن که اگر شما مسئله حقوق بشر رو پیش بکشین اینا دیگه نمیان روی مسئله هسته‌ای. ولی به نظر من اینا گول اون لابیستا رو خوردن، چون اون لابیستا هم که همه از هرومن شمس هم که به حال از کجاست ریششون. اما اگه مقاومت بیشتری میشد به نظر من مسئله حقوق بشر هم میمون. بنابراین الان جمهوری اسلامی برای اینکه بشینه پای میز گفتگوها، یک بخشش هم اینه که هنوز بگه که من گروگان دارم، سالها گروگانی مثلا به حال 444 روز گروگانای به حال آمریکایی مال سفارت بودن، بعد همینطوری تا الان شما میبینین که چند تا اگر سه تا کوهنورد رفتن روی کوه تو مرز ایران و نمیدونم عراق گرفتن آوردنشون گروگان بودن، نمیدونم یکی رفته مادر بزرگش ببینه گروگان شده اون یکی، یعنی این سیاست گروگانگیری و اینکه بشینیم پای میز و بده بستون کنیم
و در واقع پای این به دبستون میخوان که در واقع قدرت خودشون رو تداوم بدن و فرصت ها رو از بین ببرن که به نظر من تا حدی موفق بودن، یعنی متاسفانه همین تاریخی رو ما از دست البته این فرصت هنوز برای بسیاری از فعالان حقوق بشر و کوشندگان این حوزه هست که همچنان لابی‌های جمهوری اسلامی رو افشا و از قدرت اونها بکنند. خانم داوودی مهاجر عزیزم، فرصت کوتاهی تا پایان برنامه داریم. من یک سوال بسیار مهم دارم. متاسفانه با اینکه خود من به شخصه به عنوان کسی که در سالهای تلاش کمپین یک میلیون امضا و مدرسه فمینیستی در ایران حضور داشتم و تأثیرش رو در بسیاری از همدانشگاهی های خودم هم حتی می دیدم، به عنوان کسی که داشت اون زمان علوم اجتماعی میخوند و چه در دوره فوق لیسانس چه در دوره دکترا داشتم، این رو میدیدم که چطور دوستان و آشنایان یا همکاران ما در دانشگاه ها به این جلب میشن و نگاه میکنن. اما متاسفانه همون جور که جمهوری اسلامی با برخورد تند با بسیاری از کوشندگان فمینیستی برخورد کرده، برخی از بخش های اپوزیسیون در خارج از کشور هم کوشندگان جنبش یک میلیون امضا یا مدرسه فمینیستی یا بسیاری از کوشندگان حقوق زنان در سالهای بعد از انقلاب رو متهم میکنند به خواسته های حداقلی و اونها هم روی خوش نشون نمیدن به این تلاشی که انجام شده، یا منسوب میکنند به اینکه شما ابزارهای دست گروهی از حکومت مثل اصلاح طلبان بودید و هزاران اتهام دیگه از این دست. به عنوان یک کوشنده حقوق بشر و یکی از اعضای کمپین یک میلیون امضا و گروه های فمینیستی که خودتون رو هم فمینیست ایرانی میدونید، آیا این اتهام حداقل خواهی رو شما وارد میدونید به کوشش هایی که انجام شده، یا اساسا دلیل این اتهام زنی های خارج از کشوری ها رو به همین حرکت های زنان در ایران چه در واقع در نظر میگیرید؟ بله، دلیلش اینه که ما اتفاقا خواسته های حداکثری داشتیم. یعنی شما خیلی جالبه بدونید توی انتخابات آقای اون زمانی که بین آقای معین و آقای احمدی نژاد بود و همه بدو بدو می رفتن توی مثلا وزارت کشور امضا می کردن که به قانون اساسی متعهد هستن که برن یا فلان حزب رو بزنن گروه، تنها گروهی که رفت جلوی دانشگاه تهران ایستاد بعد از سالها که هنوز کسی جلوی دانشگاه تهران واقعا نرفته بود جلوی در اصلی و نگفت مسئله زنان، اگرچه که به مسئله زنان اشاره کرد ولی مسئله تغییر قانون اساسی رو مطرح کردیم. شما در طول این سالهایی که جمهوری اسلامی بوده چند گروه رو واقعا دیدید که حتی یک تظاهرات شاید هم بوده، من نمیدونم و چقدر خوبه که آدم بیشتر بدونه راجع به این مسئله، ولی برن توی اون سالها و وایسن جلوی دانشگاه تهران و بگن که ما خواستار تغییر قانون اساسی نسبت به قوانین تبعیض آمیز هستیم. گروهی که قانون اساسی ایران رو به چالش کشید زنان بودن و اتفاقا کسایی که میگن در واقع خواسته های جنبش زنان ایران حداقلیه، کسایی که میخوان در واقع فرار به جلو بکنن و اون جنبش رو با این اتهام از بین ببرن. درست مثلا این اواخر که وقتی ما هر وقت میگفتیم که آقا ما حقوق بشر رو بذاریم رو میز، میگفتن شما جنگ طلبی، یعنی سعی میکردن با یه اتهام ما رو به عقب برونن. در حالی که شما تصور بکنید، ببینید در کمپین یک میلیون امضا مسئله ارث جز مسلمات قرآنه، ولی در اون دفترچه مسئله برابری در ارث اومده، یعنی حتی نسبت به اصولی که جز مسلمات قرآنه و آقایون اگر کسی بگه این مسلمات رو ما داریم روش به هر حال مسئله داریم و برابری میخوایم تا حد ارتدادش و مرش و همه چیزش حاضرم بیستن، خب این زنان اومدن نوشتن که ما این در واقع برابر این نابرابری ها وجود داره و مسئله مهمتر این بود که فقط ننوشتن بلکه به یک مسئله تاریخی و به یک چالش تاریخی به نظر من تاریخ 100 ساله گذشته ایران استارت دادن و شروع کردن برای پاسخگویی. و اون چیه؟ ببینید همیشه من خودم معتقدم که دو تا دلیل داره در زمانهای مختلف که جنبش‌های اجتماعی ایران نتونستن اونجور که باید و شاید موفق بشن، فاصله بین نخبگان و یا فاصله بین روشنفکران و مردمه. یکیش اینه که جنبش زنانه و به خصوص کمپین یک میلیون امضا به ویژه به خاطر اینکه اومد و اون خواسته خودش رو در دفترچه‌های کوچیکی نوشت و بعد اینها رو برد بین مردم، تو مسجد برد، توی آرایشگاه برد،
توی خیابون برد، بین همسایه ها برد و در واقع با آموزش هایی که قبلا میدیدن و تو شهرستان ها برد، گروه های آموزشی داشت و اومد اون چاله و اون فاصله بین کسی که میگه من حالا روشن فکرم و یا یه ایده جدیدی دارم یا اونو، اون فاصله رو داشت نشون میداد چجوری شما میتونین پر بکنین، یعنی شما چطوری میتونین با مردم با حرکت های خیلی خیلی ساده ارتباط بگیرین و خیلی ساده خودتون رو تعریف بکنین و از کلمه های قلمبه سلمبه و نمیدونم خیلی چی که اصلا مردم متوجه نمیشن که شما دارین میگین دوری بکنن و ساده، خیلی ساده. یه کاش من امروز آورده بودم با یه کاغذ کاهی و پولایی که خورد 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 جمع شد و یه روزی همش بچه های مدرسه در واقع مرکز فرهنگی زنان همه رو به دیوار زده بودن که مثلا فلانی 50,000 تومان داده، اون یکی 20,000 تومان داده، اون یکی 5,000 تومان داده. و شما در نظر بگیرید به نظر من این دو تا کار بزرگ بود که انجام دادن. اول اینکه قانون اساسی رو به چالش کشیدن، دوم اینکه با اون اصولی رو گذاشتن وسط که در قرآن جزء مسلمات بود و خیلی از افرادی هم که تو اون روز با ما بودن از جمله خود من و خیلی های دیگه اون موقع با باورهای مذهبی حتی رفته بودیم، یعنی حالا از من بگذاریم چون ممکنه بعدم برم بگن که حالا تو شاید اون موقعش هم دروغ میگفتی که اینطور نبود، ولی حتی خیلی از خانمایی که هنوز هم مذهبی هستن و اومده بودن و پای این داستان ایستاده بودن. و مهمتر از همه این که من توجه دوستان رو جلب میکنم به این که به هر حال شاخه های برون مرزی وزارت اطلاعات بسیار بسیار قویه و خیلی طبیعیه که به هر حال وقتی میخوان یک چیزی رو بزنن از خارج و داخل به اشکال مختلف میزنن. خب شما در نظر بگیرید یادتونه یه زمانی که مثلا من خودم بود یه سال بود از ایران اومده بودم یا چند ماه بود اومده بودم، ولی چون خواستی یه حرف بزنیم گفتن توی خارج نشین حرف نزن. بعد من خیلی جالب بود یه موقع میرفتم دنبال ادمین که ببینم کیه و میدم خودش در خارجه، ولی میاد به من مثلا مینویسه که توی خارج نشین حرف نزن. این به خاطر اینکه میخوان یه ادعی رو حذف کنن، یعنی میگن این خارج نشین حرف نزنه، این فمینیست حرف نزنه، این بهایی حرف نزنه، این سلطنت طلب حرف نزنه. و بعد وقتی همه رو حذف بکنن خب در نتیجه خودشونن که میمونن ولو با اینکه کمترین انرژی رو داشته باشن. اما یه نکته آخر که من میخوام بگم برای اینکه یه موقعی سوء تفاهم نشه از صحبت‌های من اینه که وقتی من دارم نقطه ضعف‌ها رو میگم و میگم که مثلا به این دلیل جنبش زنان ضعیف شد، به این دلیل عقب نشینی شد، اینا هیچ کدوم به معنی این نیست که اینها اثر نداشته یا از بین رفته. به هیچ وجه اینجوری نیست. اینها اثر تاریخی خودش رو گذاشته، به نیاز زمان خودش پاسخ داده و همونطور که گفتم مثل یه دوی امدادیه که یه چیزی دست یکیه و میده دست نسل بعد یا گروه بعد. و به همین دلیل من فکر میکنم که مثلا جنبش سبز نه تنها کار کرده خودشو داشته، بلکه این کار کرده تونسته به نسلای بعد از خودش به شیبه های مختلفی به هر حال تحویل بده و دوباره به نظر من همه اینها هستند که با هم میتونه یک زمانی بجوشه و بیاد بالا. بنابراین اصلا به این معنا نیست که وقتی ما داریم خودمون رو نقد میکنیم یا میگیم که مثلا وزارت در فلان جا قویه یا در اونجا موفق بوده، داریم میگیم که در واقع بیایم بگیم که نه ما دیگه موفق نخواهیم بود و ناامید بشیم. من خودم جز آدمایی هم که فکر میکنم تا آخرین نفسی که آدم میکشه باید تلاش بکنه، حتی اگه حکومت دموکراتیک هم بیاد، یه روزی دموکراسی یک پروسه است و باید همچنان برای تداوم اون دموکراسی و تفکری که وجود داره تلاش کرد. به همین دلیله که هر جایی که هستیم به همون اندازه که میتونیم، نه بیشتر، به همون اندازه که توان داریم میتونیم کار کنیم و فعالیت کنیم. به این اندازه که حتی اگه میریم نون بخریم درباره یه موضوعی یا حتی یه چیز کوچیکی، یه یادداشت کوچیکی یا درباره یک موضوعی بحث کنیم و به صحبت بکنیم و مسائل اجتماعی رو مطرح بکنیم. هر کسی در هر جایگاهی میتونه به نظر من این کارو بکنه و جنبش زنان ایران، من خودم به اینکه در این حرکت بودم افتخار میکنم و فکر میکنم این تنها بهره بود که من از دوستام یاد گرفتم که چطوری میشه نگاه برابر داشت بدون اینکه فکر کنی که دیگری چجوری فکر میکنه و توی مغزش مثلا نسبت به خدا یا نسبت به زمین یا هر چیز دیگه ای که اطرافش هست چجوری نگاه میکنه. همه ما انسانیم و همه ما حق داریم که آزاد باشیم، حق داریم که امنیت داشته باشیم، حق داریم که شاد باشیم و من فکر
کنم من به عنوان یک زنی که مادر هستم و به عنوان یک زن فمینیست هیچ آرزویی به جز شادی و اینکه ملت ایران و مردم ایران مثل خیلی مردم دیگه دنیا از زندگی خودشون لذت ببرن ندارم. امیدوارم همشون شاد باشن و یه روزی با هم این شادی رو در ایران جشن. قطعا امیدوارم همینطور باشه. خانم مهاجر، به پایان وقتمون رسیدیم ولی بحث نیمه کارمون، ابعاد مختلفی از حوزه های برابری خصوصا در حوزه های خشونت های خانگی و بسیاری مسائل دیگه باقی مانده که باید همینجا از شما این وعده رو بگیرم روی آنتن که به زودی شما رو مجددا در این برنامه داشته باشیم تا این ابعاد رو هم با هم به بحث و بررسی بنشینیم. حتما تا اون موقع با هم مهربون‌تر باشیم تا بشینیم راجعش صحبت کنیم. سپاسگزارم سرکار خانم فریبا داوودی مهاجر از کوشندگان حوزه حقوق بشر و البته حقوق زنان و از شما عزیزان هم سپاسگزارم که تا به این لحظه بیننده این برنامه بودید. امیدوارم از ادامه برنامه‌های رسانه افق ایران و تلویزیون اندیشه لذت ببرید. وقت خوش، خدا نگهدار. We'll be right back.